سلام دوستان گلم، به برنامه شریشو خوش آمدید. قبل از هر چیزی میخواستم از تک تک شما عزیزان تشکر کنم که برنامه رو سابسکرایب کردید و تماشا میکنید. امروز منزل الهام عزیز هستیم. خیلی ممنون که ما رو دعوت کردی الهام جان. سلامت هم خدمتتون. سلامت هم خدمت بینندگان عزیز. در خدمتتون هستم. خب ما امروز میخوایم چی درست کنیم؟ راستش به خاطر مناسبت، یعنی به خاطر هوای سرد ونکوور، خب فکر کردم که بهترین چیز یه غذا گرمه. به به. و سوپ جو در نظر گرفتم. پس سوپ جو با ما باشید، برمیگردیم. خب سوپ جو خیلی هم عالی الهام جون، برای اینکه هوای ونکوور مخصوصا الان بارونی سرده، همینطور که گفتی یک غذای گرم مخصوصا سوپ خیلی میچسبه. حالا مواد لازمش رو توضیح بده برای دوستان بدونن. حتما. بله، مواد لازم آب مرغ هستش. بله، به مقدار کلن با آب مرغ خب همش پختشه خب خیلی بهتره. بله. و جو هستش، کرفس خرد شده، حالا به هر مدلی که بخوام میتونم خرد کنم. بله. هویج هستش که رنده کردی شما هویج رو. بله، من معمولا خیلی ریز خورد میکنم. بله. میتونن درشتر از دار خورد کنم. بله. خود مرغ هم ریشتیش میکنیم. بله. قارچ هستش. بله. و جعفری خورد شده و در آخر هم که خامه بهش اضافه میشه. نمک فرفرم به اندازه لازم که هر کس میخواد. خب توضیح بده بینیم چی کنم. بله. الان اولی مرحله، من آب مرغی که دارم میریزم توی قابلمه. بله. حالا جویی که داریم به اندازه‌ای که می‌خوایم اضافه می‌کنیم. بله، معمولاً بستگی به آب اندازه‌ای که اندازه آب مرغتون داره. جو نیم پز که شد، اون موقع هویج رو بهش اضافه می‌کنیم. دوباره هویج که اضافه کردیم، یه جوش که بخوره، هویج هم یه مقدار نیم پز شد، بعد کرفس رو بهش اضافه می‌کنیم. بعد می‌ذاریم کاملاً این بپزه. بله. خب الهام جون، سوپ جوی که درست می‌کنی چه سوپ جوی هستش از این؟ این سوپ جوی ایرانی هستش. بله. کاملاً ایرانیه. بله. بعضی مناطق این رو به صورت، یعنی با رب درست می‌کنن. بله. بعضی مناطق هم با خامه. یا شیر درست می‌کنن. بله بله بله. که من خودم هم با خامه دوست دارم. البته می‌دونم که جاهای مختلف بارلی سوپ رو به انواع مختلف درست می‌کنن، ولی خب همونجوری که گفتی این سبک ترادیشنال مدل ایرانی. بله. بله. خیلی هم عالی. خب مواد لازم رو هم که گفتیم چیه، حالا شروع کنیم به درست کردن. بله، چایتون میشه جان. مرسی، خیلی ممنون. یه چای داغ لاهیجان، از لاهیجان اومده دیگه. بله، گفتی. بله، 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 بله. شما عزیزانم برای خودتون یه چایی بریزید و برنامه رو تماشا کنید. شیری جون، همینطور که میبینید من این رو جو رو با آب مرغ گذاشتم پخته و الان دیگه کاملا پخته شده. بله بله. حالا مواد دیگر رو بهش اضافه می‌کنم. خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. توی این مرحله من مرغ که ریشه شده رو بله. به سوپ اضافه میکنم. دیگه مرحله ای که جو کاملا پخته، هویجش پخته، این شما بله، این رو چیز بله. میکنیم، اضافه میکنین مرغ ریشه شده رو. بله، خیلی هم عالی. به به، چه رنگ و رویی داره هنوز که ما نخوردیم. خوشنمون شد. امیدوارم که خوشمزه هم شد. بله، ما که دستپخت شما رو الهام جون قبلا خوردیم، میدونیم که حتما خوشمزه است. حالا این قارچ رو اضافه میکنم. قارچ هم میتونید حالت رنده کنید که دیده نشه، یعنی خیلی دوست ندارم درشت باشه، ولی من اینجوری درشتر خورد کردم. من خودم اینجوری دوست دارم. یه مقدار لیمو، آب لیمو زدم بهش که رنگش یعنی سفید بمونه، سیاه نشه. چه تریک جالبی. پس برای اینکه در واقع قارچ چیز نشه، سیاه نشه. لیمو بهش اضافه کردن که قارچ همین رنگ خودش رو بله، اون سفیدش نگه داره. به به. الان نگاه کن اصلا قارچ سفید است. بله بله. به به. خب این هم شیر و کرمی که گفته بودید میخواین اضافه بله، کنید. بله بله. وقتی دیگه مواد رو اضافه کردیم، همه رو آخرین مرحله خامه رو اضافه میکنیم بهش. به به. بعد دیگه آب مرغ دیگه اضافه نمی کنیم بهش دیگه، این خودش هم دیگه همه چیزش. این سوپ باید یه مقدار غلیظ باشه، حالت بله. کریمی شو نگه داشته. بله بله. زیادی هم شل باشه دیگه، دیگه حالت کریمی شو نداره. بله، خامه ای رو نداره. به به.
پس در نهایت وقتی که همه اینا با هم دیگه پخت، قارچ و شیر یا کرمتون رو بهش اضافه می‌کنم. بله. قارچ که آخرین سبزیجاتی که اضافه میشه. بله. بعد آخرین مرحله هم که شیر و خامن اضافه. بچه چقدر مدت طول میکشه تا این سوپ آماده بشه؟ زیاد دیگه وقتی که خامن اضافه کردیم در حدی که فقط یه جوشی بخوره و یه ذره قلیش بشه. طول خود این سوپ چقدر طول میکشه که درست شه؟ بیشترین چه زمانیه که جو بپزه؟ تو زمانی که جو بپزه معمولا بین مثلا یک ساعت تا مثلا یک ساعت و نیم طول میکشه. حالا کسایی که عجله دارن میتونن از جو پر استفاده کنن؟ جو پر که خیلی سریع، خیلی بله. سریع، شاید مثلا 20 دقیقه آماده بشه. بله. خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. خب الهام جون، تا وقتی که سوپمون آماده بشه یکم از خودت بگو. میدونم که تو گروه دفان یه ساز خوبی میزنه، اسم ساز چیه؟ کهون هست. کهون میزنه و گروه دفان اینجا در واقع با سرپرستی آقای بردیا صادقی هستش که بله. چقدر یکم خودت در مورد گروه دفان بگو که گروه دفان حدودا 9 ساله که تشکیل شده توی ونکوور و بانوان تشکیل دادن گروه رو در واقع که همونطور که گفتیم به سرپرستی آقای بردیا صادقی هستش. چقدرم خوب. بله. و من ساز کهان رو میزنم تو این گروه. خیلی هم هنرمند هستی. میدونم که با خانم فرشته فرمند هم بله آواز میخونی. بله. و اونو برای ما تعریف کن، یکی از کارهای موفقت هم که همه جا دیدن دیگه اون کار رو، از اونم برای ما بگو. بله، با خانم فرمند هم که خب سالهاست شاگردشون هستم و کلی ازشون آموختم. بله. و همه موفقیتم هم در واقع مدیون ایشون هستم دیگه. به به به. بله. من که مجنون توام، مست و مفتون توام، در جهان افسانه ام، زن که افسون توام، با کی گویم راز دل، من که دل خون توام، با کی گویم راز دل، من که دل خون توام. تقریبا دیگه آماده است. به به، چه رنگ و رو لعابی و چقدرم کریمیه. خب من اینو بکشم توی ظرف. بسیار عالی، چه ظرف خوشگلی هم داری سوپ رو میکشی. به به، این سوپ حسابی توی هوای سرد نشست. بله، مخصوصا با این مواد خوشمزه‌ای که توشه دهنمون آب افتاده الهام جون. خب دوستان، شما هم حتما این سوپ رو آماده کنید، درست کنید. بسیار سوپ لذیذیه، سوپیه که الهام جون به سبک خودش، البته ترادیشنال ایرانیه، درست کرده و مزه کنید ببینید که چی درست کرده. خب دوستان بفرمایید، اینم سوپ خوشمزه جو الهام جون. مرسی عزیزم، حالا بکش برامون ببینیم. حتما. به 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 به، چی کرده این الهام جون. به به جان، خوبه دیگه. مرسی عزیز دل. به چقدرم خوش. اینجا لیمو هم براتون گذاشتم. مرسی، بر خودت هم بکش دیگه، دیگه تنهایی که نمیچسبه. بچه گیلاس های خوشگلی توش جوس کرمبری هم ریخته برامون. به به، چه شود. خب یکم از این لیمو بزنیم بهش. به من اتفاقا لیمو رو خیلی دوست دارم توی سوپ جو. دهن من آب افتاد. اصلا میبینی اصلا همین جوری که دارم به همش میزنم دهنم آب افتاد. شیفتون درستم این سوپ رو میشه با نونم خورد، با نون سیردارم میشه خورد. گارلیک برد. آره، چقدرم خوشمزه. همین جوریش خوشمزه است البته. به به به، چه رنگ و لعابی و هویج و جعفری و کرفس و به به. این قارچ ها رو من دارم، حالا بخوریم ببینیم الهام جون چی کار کرده. بله. به به، مرسی. به به، جانتون. به به، خیلی عالی. همه چیزش اندازه، خیلی عالی. دوستان توصیه میکنم حتما سوپ جو رو درست کنید و مواد لازم رو که الهام جون برامون میگه و ما براتون مینویسیم حتما درست کنید و توصیه میکنم در این فصله بارونی و سرما بخورید که خیلی خوشمزه است. بذار من یه دونه دیگه بخورم تا
تو هم بخور دیگه با من بخور قسم حالشو ببر. به به خب دوستان عزیزم، امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. ما که خیلی لذت بردیم با این سوپ واقعا لذیذ. الهام جون واقعا عالی بود. درست کنید، عکسشو برای ما بفرستید که ما اون رو ببینیم و بذاریم توی پیجمون و نشون بدیم که شماها چجوری درست کردید. ولی همراه ما باشید، سابسکرایب کنید برنامه ما رو و زنگوله رو بزنید. خب دوستان عزیز، به امید دیدار تا برنامه بعدی. Cheers. Thanks for watching, you guys. If you like this video and you want to see more, please subscribe the channel and leave a comment below. I love to read your comments.